صحت، انشاءالله که سالم و صحتمند باشید. من اسدالله رادمن هستم. سال 1393 از دانشگاه تهران از رشته و امروز در خدمت شما همکارای خوب هستم. من قبل از اینکه به بحث بپردازم دو تا سوال دارم، یا به عبارت دیگر طرح مسئله ما اینه که وقتی ما مقاله علمی پژوهشی می نویسیم، این مقاله را با چی مکانیزمی، با چی روشی باید سابمیت کنیم؟ یعنی برای اینکه مقاله ما در یک ژورنال بین‌المللی به چاپ برسه یا حداقل اکسپت یا حداقل اکسپت اون ژورنال یا مجله رو ما به دست بیاریم، چی ویژگی های مقاله ما داشته باشه یا به عبارت دیگر چی پروسه رو ما طی کنیم. حالا سوال اینه که آیا از همکارای ما تا هنوز همین پروسه رو طی کرده یا خیر؟ و سوال دوم اینه که خب ممکنه ما مقالات زیاد بنویسیم، یکی در حوزه بیولوژی، یکی در حوزه مثلا طبابت، یکی در حوزه اقتصاد، یکی در حوزه حقوق، یکی در حوزه جامعه شناسی. حالا سوال اینه که ما چگونه همو ژورنال مورد نظر خودمان رو پیدا کنیم که این مقاله ما با اون ژورنال همخوانی کنه و اون ژورنال بتونه مقاله ما رو بپذیره. خب صدها هزار ژورنال در سطح بین‌الملل وجود دارد، اما ما نمیدانیم که کدام ژورنال حوزه نشراتش با مقاله ما همخوانی دارد. خب ما نمیتونیم تمام ژورنال هایی که در دنیا هست بریم اونا رو مطالعه کنیم. حالا فرض کنید شما داخل افغانستان 150 تا یا 180 تا دانشگاه هست، هر کدامش یک ژورنال داره. خب ما نمیتونیم تمام این 180 ژورنال را بریم مطالعه کنیم بعد مقاله خود خورم مطابق از او عیار کنیم. حالا یک راه میانبر باید اینجا وجود داشته باشد که ما خیلی راحت در ظرف مثلا حداقل یک ساعت یا نیم ساعت یا دقیقه بتونیم همو ژورنال مورد نظر را مطابق و مقاله‌ای که ما تحقیق کردیم پیدا کنیم. حالا سوال معمین هست که آیا از جمع اجتماع میتونید به ما بگیم که از کدام طریق ما میتونیم اینا رو پیدا کنیم؟ یکی از مهمترین کارهایی که میشه انجام داد برای شناسایی یا برای پیدا کردن یک ژورنال، یا قسمتی در ژورنال ها داره این هم اسکوب یا اسکوب کاری هستی، مشخص میکنه اهداف و اسکوب کاری خود در چه حدی کار میکنه. ما با مراجعه کردن به اون قسمت میفهمیم که آیا این ژورنال مورد نظر در حیطه کاری که ما انجام دادیم هست یا نیه. با مشخصات از اون برای ما بیان میکنه که شما میتونید برای از ارسال بکنم یا نه. و بعضی چیزهای دیگه اسکور، امون سایتش هم اسکور از ایران برای ما میگه که چند هسته و ایمپکت فاکتور یا آی اف از دیگه. با توجه برای از این میفهمیم که این ژورنال جزء کدوم دسته از این کیو ها میشه، کیو 1 میشه، کیو 2 میشه، کیو 3 میشه، کیو 4 میشه، اینا که بر اساس همون کوارتیل هایی که دستبندی میکنی مشخص میشه. از اون از اینا ما میتونیم مشخص بکنیم. بعضی وقتا اگر ما آیمن اسکوپ از اون مطالعه نکنیم میشه که ما مقاله مورد نظر رو ارسال میکنیم، اما بعد از مدت اونا به ما جواب میدن که در اسکوپ کاری ما نیه و ما معذوریم از چاپ کردن مقاله مورد نظر شد. تشکر، خیلی ممنون. خب برای اینکه ما بتونیم مقاله مورد نظر خودمون رو در یکی از ژورنال های بین‌المللی به چاپ برسانیم، به صورت کلی، حالا خب اگر جزئیاتش بخوایم بحث کنیم زیاد هست، یعنی مراحل ارسال مقاله به یک ژورنال، ما حداقل باید این چرخه را طی کنیم که ابتدا همون بحث نگارش هست که نویسنده می‌نویسه. خب دیروز جناب آقای دکتر این موضوع رو با شما صحبت کردم. بحث دوم انتخاب ژورنال با موضوع مقاله من هست، منی که نوشته کردم. حالا ما این ژورنال رو باید پیدا کنیم و مقاله خودمون رو برای او ژورنال، ممکن از طریق ایمیل باشد، ممکن از طریق سابمیت باشد، یا از طریق پست باشد که البته پست الان خیلی بازارش عوض دارد. و مرحله سوم مطالعه راهنمای خود همون ژورنال هست. خب ما الان مقاله رو نوشته کردیم، ژورنال مورد نظر رو هم انتخاب کردیم، ژورنال
مثلا سوشیال ساینس یا مثلا اکونومیک یا مثلا بیولوژی. حالا ما یه به عنوان نمونه انتخاب کردیم. در این مرحله ما باید اونمون راهنمایی که برای نویسنده وجود داره اون رو دقیقا مطالعه کنیم. چرا؟ این بحث ساختار میشه که آقای دکتر فردا خدمت شما این موضوعات رو ارائه میکنن. حالا در اینجا باید از لحاظ شکلی و از لحاظ ساختاری مقاله ما دقیقا متناسب با همون ژورنال انتخاب شده باشد که ما قرار هست برای او این مقاله رو ارسال کنیم. ما در کم پیشتر رفتیم صحبت میکنیم. بعد حالا که ما آمدیم این راهنما را مطالعه کردیم و مقاله مورد نظر ما از لحاظ ساختار و شکلیات متناسب با همون ژورنال ترتیب کردیم، میرم سراغ سابمیت. سابمیت ما ممکنه ایمیل باشد یا ممکنه خب سابمیت باشه. ما چند نمونه را اینجا با شما کار میکنیم. بعد وقتی ما مقاله را سابمیت کردیم، این مقاله به صورت اتومات در اختیار سردبیری همون مجله یا همون ژورنال قرار میده. حالا سردبیر به صورت کلی شکلیات را، ساختارها را مطالعه میکنه، بررسی میکنه، بعد ارسال میکنه به داوری که حالا هیئت جوری یا هیئت داوری که برای داوری همین مقالات در نظر گرفته شده با هم با توجه به همون فرمتی که اینا دارن، می مقالات ما را داوری میکنه. و مرحله بعدی داور هست که و مقاله ما، حالا داوری انجام شد، وضعیت مقاله ما ممکنه از این چند حالت که اینجا ما آوردیم خارج نباشه، 6 حالت. حالت اول خب پذیرش هست دیگه، 99% مقالات که ما ارسال میکنیم پذیرش میشه، درسته آقای دکتر؟ نمیشه. مشکل همینه که نمیشه. حالا متاسفانه یکی از مشکلات همینه که خیلی به ندرت خیلی کم مقاله ای که ارسال میشه برای بار اول پذیرش میشه. ولی دیگه ندرتن اتفاق میفته. حالا مرحله دوم پذیرش میکنن برای چاپ، اما پس از یک اصلاحات جزئی میگه آقا اینا اصلاحات رو انجام بدید ما قبول میکنیم. و حالا سوم هم پذیرش برای چاپ پس از اصلاحات کلیه، یعنی ما قبول داریم منتها اصلاحات اینجا زیاد لازم هست. و حالت چهارم بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصلاحات اساسیه. این به این معنا هست که مقاله شما از نظر ما رد هست، یعنی از نظر ما مقاله شما رد هست، منتها یعنی اصلاحات اساسی را اگر شما آمدید انجام دادید بفرستید، ممکنه ما بپذیریم حالت مشروطش باره. و پنجم بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبی، ممکن در قالب یک گزارش کوتاه باشد که دیگه او هدف که ما دنبال میکنیم ممکنه حاصل نشه. و حالت ششم متاسفانه رفت، یعنی مقاله شما که توسط هیئت جوری بررسی شد از نظر ما قابل قبول نیست و این مقاله میشه رفت. استاد خیلی ها ببخشید، شماره پنج بشه پنج بازید. خب یه مهمت میرسیم چون سلایی بعدتر در خب مشکل نیست. بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه. بعض اوقات هست که ما بعض مقالات می نویسیم ولی از لحاظ نظری کار ما قوی هست، یعنی اینجا هیئت جوری میگه که ما این رو چاپ میکنیم در قالب یک ریپورت، در قالب یک گزارش، چون اون مبناهایی که شما کار کردید از لحاظ نظری شما نظریه ها رو خوب بررسی کردید، اما در یک جا نظریه که دادید از لحاظ علمی ممکن خیلی قوی نباشه، ولی در قالب یک گزارش ما میتونیم که رو خلاصه برای شما چاپ کنیم. دو خودش یک موضوع را من بگوارد پر اجازه هسته؟ در مورد بحث پذیرش مقالات که صحبت میشه، معمولا یک اصطلاحی کار میبنن ریوایز میکنن مقالات. مقالات ریوایز که میشه ریوایز ماژور میشه یا ریوایز مینور میشه، همون چیزی که آقای دکتر گفتن اصلاحات جزئی اصطلاحات کلیه. معمولا داورها هستن به شما کامنت میدن، در کامنت ها سوالات از شما میپرسن که برای مبهمه اون جوابهای قانع کننده شما بدین. یک بحث دیگه که آقای دکتر نامه گفتن بعضی مقالات طور دیگه هم اتفاق میفته که
برای ما اتفاق افتاد. استاد راهنمایی که ما اول انتخاب کرده بودیم که همون رو معمولا مقاله که ارسال میکنم باید کارسپاندینگ شما از ایمیلی که ارسال میکنه ایمیل رسمی دانشگاه باشه، ایمیل غیر رسمی نمیشه. در دلیل گیدیر شما میگه تکنولوژیمن تقدیر تشکر، به همین خاطر هم هست که شما از مؤسسه‌ای که اصلا مؤسسه‌ای باید باشه که با دات ای اف باشه، یعنی اسم مؤسسه شما باشه با ایمیل دات ای اف باشه، یعنی از افغانستان یا از هر جایی که هست، مثلا ایران دات آی آر داره یا مثلا کشورهای دیگه هستن، به همون قسمت کشور نام خودش که ارسال می‌کنید. یعنی کاریسماند شما بستگی داره که کدوم مؤسسه باشه. ما کاریسماند اول ما که ارسال کرده بود از مؤسسه ملی اقیانوسشناسی ایران بود. این که ارسال کردیم به ژورنال وایلی مورد پذیرش قرار گرفت، ریوایز شد، ما ریوایز جواب دادیم. در مرحله ریوایز گرفته بود کاریسماند اصلیمه، استاد راهنمای اول نزده بود. استاد راهنمای اول از دانشگاه بهشتی بود. دانشگاه بهشتی که جزء تحریم ها بود مقاله ریجکت شد. در مرحله بعدی استاد راهنمای دوم نامه فرستاد به ادیتور یا به همون کسی که مسئول از این بود که ما استاد راهنما رو عوض میکنیم، آیا ممکن هست مقاله پذیرفته بشه؟ گفت نه. دقیقاً اون بحث اپلیکیشن که ما بود در پروفایل سایت ان شاء الله شما میتونید دقیقاً همین. حالا با توجه به این چند مرحله ای که وجود داره، خب ما تلاش میکنیم که وقت را خیلی هدر ندیم. همون بحثی اصلی هست که نگارش مقاله هست، ما در این قسمت هیچ اجازه برای خود که نمیدیم که بیاییم صحبت کنم، چون شما همه اساتید بزرگوار اهل تخصص و اهل نگارش هستید. ما منتها مقاله ما برای پذیرش مجلات بین المللی حداقل این موارد را ما باید در نظر بگیریم. البته شاخصهای زیاد هست، ما همون چند تا مورد چاوریم. خب مقاله اگر از اعتبار علمی برخوردار نباشه خب مشخص چاپ نمیشه، تناسب موضوع با ژورنال داشته باشد. مقاله‌ای که بفهمید، مقاله‌ای که نوشته شده در حوزه اقتصاد هست، اما قرار هست که ما در ژورنال بیولوژی یا در ژورنال فیزیک ببریم چاپ کنیم، خب اینجا تناسب نداره. سوم، برخورداری از سطح کیفیت خوب روش تحقیق. این موضوع برای داورها فوق العاده مهم هست، یعنی وقتی اونا مقاله‌ای را دریافت میکنن، روش تحقیق رو به عنوان یک معیار اصلی و اساسی در نظر میگیرن. که البته ما بعدا اینا رو بیشتر توضیح میدیم. چرا؟ چون میگه حالا این روش تحقیق که در نظر گرفته با این عنوان چقدر اینا تناسب و همخوانی داره، یعنی روشمند هست یا نه. چرا؟ چون اون نتایج ممکنه بر اساس همین روشی که انتخاب کرده خب به دست نره. و موضوع دیگر عدم استفاده از رفرنس‌های فارسی و داخلی هست، یعنی بعضی هم میگن خب مشکل نداره ما ارسال میکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی اینا تاثیرگذار هست در ژورنال‌های بین‌المللی، چون اونا با این رفرنس‌های ما خیلی آشنایی نداره و متاسفانه این رفرنس‌های ما ثبت نیست، به اون خاطر خیلی بهش اهمیت نمیده، یعنی به عنوان یک پوینت مثبت تلقی نمیشه. ولی اگر به جای روی یک مقاله معتبر بین‌المللی باشد، خیلی راحت به محصی که سعی کنم میفهمم که چون مقاله اعتبار بین‌المللی دارد خیلی راحت تر میدارد. خب استفاده از مقاله در ژورنال‌های معتبر در بخش مقدمه و پیشینه تحقیق هست. یکی از بحث‌هایی که در پذیرش مقاله تاثیرگذار هست همون بک‌گراند یا پیشینه تحقیق هست. در پیشینه تحقیق ما خیلی اوقات میایم رفرنس حال ما را، تحقیقات انجام شده خودمون را متمرکز کنیم به سطح داخل، چون اونا با این داده های ما، با این اطلاعات ما یا آشنایی ندارن یا زبان ما را نمیفهمن، خیلی به این اعتبار نداره. اگر ما همین پیشینه را بیاریم مثلا در ژورنال های دیگر، در مقالات دیگر ببینیم، اونا به عنوان رفرنس انتخاب کنیم، مثلا آقای جان در تحقیق خودش این موضوع رو مطرح کرده و این نتیجه رسیده و این مطالب رو مطرح کرده، ما حالا از این دیدگاه میایم مطرح میکنم، این راحت تر میپذیریم به عنوان یک تجربه. شما دکتر تشکر. یک سوال بزنیم برای فرمای شما اینه که بعض موضوعات اصولا داخلی است، یعنی به قسمت منابع خارجی وجود نداره یا خیلی محدود. مثال شما که تحقیق میگیریم مثلا نقش یا تاثیر منابع آموزشی مدارس علمیت در روی کرد زنانه مثلا برمانستان، شما یک همچه موضوع بگیری یا مثلا برعکسش در حمایت از زنان مثلا نقش آموزهای مثلا حوزوی یا منابع آموزشی حوزه در مثلا روی کرد
حمایتگران عزیزم، یک همچین موضوعی اگر باشه خب این طبیعیه که منابع ما کاملا منابع داخلی است یا منابع اسلامیه. خب بخش از اون ممکنه ترجمه شده در اختیار از اون ممکنه قرار باشه، اما بخش زیاد از اون ممکنه ترجمه نباشد. خب ولی خب موضوع هم اهمیت داره، یک مسئله است، یک مسئله ملی ممکنه باشه در این وسط. خب موضوع این مثل این یا شبیه از این اینجا چی کار باید بکنیم؟ کنند تر منابع خارجی پیدا کنیم. ببینید اینجا اونا پیشنهاد چینه؟ یعنی ما وقتی که با چند تا مقاله ای که فرستادم اونا میگه شما مدل های شبیه از ای را میتونید در مقالات دیگر بررسی کنید. مثلا آقای دوالمان کار شدن، مثلا در ایتالیا کار شدن، مثلا مسیحی ها کار کردن. خب چون ابعاد حوزوی داره شما برید یک دفعه میگه در درون ژورنال های دیگه یک بررسی کنید که اونا آیا این موضوعات را کار کردن. حالا بحث امی موضوع زن سیتیزن که شما مطرح کردید تنها مثلا ممکن در افغانستان نباشه، ممکن تنها در ایران نباشه، در همه کشورها بوده. یعنی اونا مدل های داره، مثلا در آمریکا بوده، مثلا در قاره آفریقا همه الان جریان داره، مثلا در هند که همون ما صحبت میکنیم همون همین موضوع جریان داره. میگن شما اون مدل ها را دیدید، اونا در تحقیقات خودشون در بک‌گراند خودشون اونا به چی دست داره. یعنی اگر ما اونا را در زمینه این کنار این رفرنس های داخلی ما زمین کنیم، مقالات ما اونمو گرند پذیریشش بالا میره. ولی اگر ما اونا رو زمینه نکنیم خب مشخص هست، چون خیلی ناآشنا هست اونم وقت ندارن بیایید بگذارن برای ما ترجمه کنن، ممکنه برشون اهمیت نداشته. شما اونم یک مثال خیلی ساده میدیم برای اینکه پذیریش دانشگاه های خارجی رو میگم. حالا شبیه همین هست به ایمان یک مدید. یکی از اساتید برای دکترا اپلای کرده بودن استرالیا، همه چیز مقاله های اسقای داشت، الف تا یا همه چیزش اوکی بود، اما همه استیتمنت باقی که از افغانستان میره رد کرد. گفت ما چون اطلاعات کافی نداریم، امکانه کافی نداریم بریم استیتمنت بانکی شما رو داخل افغانستان چیم. خب ولی همه استیتمنت بانکی رو اگر از ایران یا از پاکستان یا از بنگلادش یا از هند میداد 100% قبولش کرده و همون ایمیلش هم آمده بود که ما زرخانستان چون امکانات نداریم. خب یک کشور وقتی یه چیز میگه خب دارا که به طریق تعلاش میاری این جواب رو بر ما میده. به همه خاطر در این دو بحث، یکی مقدمه یکی همه پیشنه تحقیق. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی داورها مقاله رو میخوانن ابتدا روی چکیده اول هم ساختار رو میره بسید که ساختار میتونستیم ما هست یا نه، وقت رو بگذارم یا نه، بعد روی چکیده، چکیده آیا متناسب هست بیان مسئله کافی در روش شدن اهداف تحقیق یافته ها همه روش تحقیق. یعنی چکیده اگر داور را قانع کنه سراغ مقدمه میره، اگر چکیده مقدمه چکیده داور را متقاعد نکنه مسلمه نه که ممکنه داور وقت خوب نگه. اینال وقتی وارد مقدمه میشه، مقدمه چون گپش بعد از چکیده هست، اینجا رفرنس ها برای از اهمیت دارد. ما باید در مقدمه به هر قسمی که شده داور راضی کنیم که این مقاله ارزش چاپ را دارد. با اون خاطر اینجا اهمیتش بیشتر هست تا ما در داخل متن بیاریم رفرنس های فارسی و داخلی. خب نوآوری لازم در مقاله که دیگه جایی برای بحث ندارد، اما سوال اینه که حالا ما این کار را انجام دادیم، مقاله را نوشتیم، آماده کردیم، به زبان انگلیسی هم ترجمه کردیم یا به زبان عربی یا به هر زبان قرار پس مایل منتشر کنیم. حالا سوال اینه که ما ژورنالی که با مقاله ما مرتبط باشه ما چه رقم پیدا کنیم؟ گفتیم ما نمیتونیم صدها مجله ژورنال وجود داره، ما وقت نداریم بریم تک تک اونا را مطالعه کنیم. حالا خب یک سلسله میانبرهای وجود داره که ما از طریق این میانبرها خیلی راحت و سریع میتونیم بفهمیم که مقاله ما در کدام ژورنال چانس پذیرش را بیشتر. حالا ما به این نمونه سه تا را اینجا به این نمونه انتخاب داریم. خب یکی اینجا اجازه بدید که خب
دنبال نمونه ما همین ماستر جورنال لیست انتخاب حالا ممکنه که ما یه تایپ کنیم ما ایره اگر آدرسش لینکش مستقیم داشتیم پروژه کلیک میکنیم اگر نداشتیم خب از این طریق که میاییم باز میکنیم Web of Science Master Journal List سرعتش با ما خب حالا به ایمون نمونه ما دو سه تار کار ماستر جورنال لیست در یک قسمت بالا که هست البته چون من عضوی اینجا هستم اما کسایی که عضو نیستن یک بخش لاگین داره یک بخش رجیستر داره استاد برای اولین بار که رفایه از این طریق مقاله مورد نظر خودش را برای او جورنال نروتر پیدا کنه باید اینجا رجیستر کنه ثبت کنه خب میرم نام خانوادگی و یوزر و پاسورد و بعد همون ایمیل را ثبت میکنه یک ایمیل برایش میاره که میاره که شما یک کانفرم که تایید کرد شما ایمیل که تایید کردید اینجا شما عضوی این پایگاه یا عضوی این مرکز میشه خب اینال ما قرار هست که یک مقاله که نوشتیم از طریق همین وب بریم ژورنال مورد نظر ما رو پیدا کنیم در این بالا هم هست مچ منسکریپت و در این پایین هم هست مچ منسکریپت حالا فرق نداره چی از بالا یا از پایین ما روی از این کلیک میکنیم اینجا دو تا گزینه برای ما پیشنهاد میکنند یکی گفته که Presenter your manuscript information below یعنی همون تایتل مقاله خودت رو اینجا خیلی و در اینجا هست ممکنه شما abstract بنویسی ممکنه مقدمه خودت بنویسی ممکنه واژه های کلیدی بنویسی ممکنه conclusion یا نتیجه گیری مقالت رو بنویسی چرا؟ چون همین سه بخش میتونه که پوشش دهنده تمام مقاله شما باشه خب حالا ما به عنوان نمونه که بخواهیم پیدا کنیم که آیا کدام مقاله ما کدام ژورنال با محتوای مقاله ما همخوانی دارن خب ما از اینجا ممکنه تایپ کنیم کپی کنیم بزنهایش که خب من اینوان اینجا می نویسم حالا چکیدر به ایمان نمونه انتخاب میکنیم حالا فرق نداره که کلید واژه ها باشد یا نتیجه گیری باشد خیلی راحت ما علامت میرم پیست کردیم فایند جورنال رو میزنیم میبینیم که کدام جورنال با مقاله من نزدیک هم مچه خب حالا اینجا اگر شما دقت کنید یک تعداد ژورنال ها رو برای من شناسایی کرد 13 تا ژورنال رو برای من که با مقاله من همخوانی دارد پیدا کرد فاوند تیتن ریزالتس اینان من میاریم یکی که اینا رو ممکنه رهنمودش چک کنم مقاله خودم رو از لحاظ ساختاری و از لحاظ شکلی مطابق از این تنظیم کنم برایش بفرستم اینجا اگر دقت کنید پابلشرش این دی پی آی و حالو بایش که کشور سویزرلند هست آی اس این نمبرش 271 هست خب حالا اگر ما بخوایم اطلاعات کامل راجع به ازی جورنال پیدا کنیم روی همین ویو پروفایل ازی کلیک میکنیم باز میشه تمام اطلاعات این جورنال در اختیار ما قرار میگیره ولی اگر قرار باشد من این با همکار خوب استاد راهنمای خوب با یک کسی دیگه شریک کنم که او هم نظر خوب آمدیده همین جلوی شیر جورنال تلیم میکنم
این ارسال میشه از طرف ایمیل، حالا ممکنه به حساب اینا و گزینه‌های دیگه هم ما انتخاب کنیم، میره به استاد راهنمای، استاد راهنمای مطالعه میکنه، میگه بله این درسته یا درست نیست، آیا به این ژورنال بفرست یا نفرست. ما میتونیم که امو بلک لیست بودن و بعد امپکت فاکتور و همه گزینه‌های زیر اینجا بررسی کنیم. خب اینجا اگر دقت کنید نوشته مچ اسکور، در مچ اسکور یعنی 5400 این مقاله ما با این ژورنال همخوانی دارم، یعنی 54% نه احتمال میدیم که مقاله ما را این ژورنال بپذیره. چرا؟ چون اینجا برای ما نشان. خب ژورنال دیگه هستن که هر کدام از این به ترتیب و ترتیب همین مچ اسکور آمدن. مثلا در اینجا شما دقت کنید اینجا شانس ما 35%. حالا خب مقاله بعدی شانس ما رو پایین تر آورده، یعنی اینجا بر اساس همون مچ اسکور یا همون مطابقت مقاله ما با حوزه کار یا حوزه نشرات همون ژورنال به این شکل اینجا هم 24 هست. خب حالا ممکن است که شما بیایید یک سلسله تغییراتی در این سایت بیارید برای ما نمونه که سلسله فیلترهای اینجا اگر دقت کنید تعریف کردن، مثلا Web of Science Coverage. خب ما میخواییم که مقالات ما در ژورنال های چاپ شد که دقیقا مطابق حوزه کاری من هست، حقوق خاندون؟ حقوقی دنبال حقوقی. از اینجا من میایم اینا را انتخاب میکنم. خب Science Citation Index, Expanded, Social Science, Arts, Humanities, Emerging Source Citation, Agriculture, Biology, Arts, Humanities, Business. حالا ما هر کدام از اینا را اگر انتخاب کنیم این مطابق همون میگرده که آیا در اینجا فرصت برای چاپ مقاله من هست یا نیست. یعنی شما میتونید از این فیلترها هم استفاده کنید، چون مقاله شما ممکنه در حوزه بیولوژی باشد، خب همون حوزه شما تیکش میزنید، ممکنه که حوزه اقتصاد باشد، شما حوزه های تجارت و اقتصاد و امثال اینا میزنید. یعنی شما بر اساس این گزینه اما حوزه مقاله خودتان را میتونید انتخاب. اما در این گزینه دوم که اوپن اکسس هست، خب در اینجا شما میتونید که این تیک را بردارید. خب یعنی یک فیلتری را در اینجا شما ممکنه که انجام دارید. خب حالا ما این را بر نمیداریم، ممکنه که شما بر اساس کاتگوری بیایید انتخاب کنید که مقاله شما در ژورنال های آمریکایی چاپ شد، وقتان را برای ژورنال های آسیایی نگذارید، یا مثلا ژورنال های استرالیایی نگذارید، مثلا برای ژورنال های آفریقایی نگذارید. یعنی شما بر اساس این کاتگوری میایید این موضوع را انتخاب میکنید. خب حالا در کدام بخشش اینجا تخصصی تر میشه؟ در اون بالا کلی بود مثلا سوشیال ساینس، ولی اینجا دیگه خیلی تخصصی تر شده، خیلی با جزئیات ما میتونیم انتخاب کنیم، مثلا اندرو پولوژی. پیشتر آقای دکتر وحیدی گفت بود خب مقاله ما چون حقوق اقتصادی انتروپولوژی با اویش همخوانی نداره و اینجا ریزش هم سیده. یعنی یک آپشن هست و بر اساس همین کانتری که من پیشتر اشاره کردم شما ممکنه که بیایید کشورها را انتخاب کنید. مقاله شما در حوزه افغانستان در مجلات IS بایوسیکوس افغانستان میخواهید منتشر کنید، فقط کلمه افغانستان به تایپ میکنید، ولی خب چون ما متاسفانه اینا رو نداریم نام رو در لیست خالی، انشاءالله که اون روز برسه که ما این لیست را پر کنیم. انشاءالله بله تا چند نشونه که رو لیست میگه انشاءالله. مثلا الجزیره، مثلا آرژانتین،
ارمنیا، استرالیا، آستریا، مثلا نمیتونه هرکی هر کشور شما بمایید، مثلا ما بولیوی رو انتخاب کردیم، ببینیم که بولیوی مقاله مرد نشر میکنه، جواب منفیه، هیچ جورنال نیافتم که با کارمرد در کشور بولیوی همخوانی داشته باشه. پس یک مسیر راحت تر هست که ما همون جورنال مورد نظر را خیلی راحت تر میتونیم پیدا کنیم. و گزینه سوم، گزینه بعدی بر اساس همین فیلترهایی که وجود دارن لانگویج هست، زبان هست. من میخواییم مقاله به زبان عربی نوشتم، خب بگیم من یک جورنال عربی باید پیدا کنم، کشورهای عربی که بایستای سرکوس هم سال اینا رو داشته باشه. خب افریکن عربیکس همه کشورها اینا به این شکل وجود دارن که ما یکی از اینا رو میاریم بر اساس همون زبان مورد نظری که وجود داره انتخاب میکنیم. ممکن انگلیسی باشه دیگه، ما وقت سر کشورهای عربی نباید یک زبان، وقت مثلا روی کشورهای روسی زبان نگذار، روی زبان چینی نگذار. اینا فیلترهایی هستن که ما را کمک میکنن که راحت‌تر به همون هدف مورد نظر برسیم. خب و فیلتر بعدی فرکانسی ها هست. استاد خیلی مزید از زبان فارسی هم هست در این کتگوری چه فرکانسی می ایران دارم؟ نیست لنگویج در قسمه. خب آها پیجن باید درست لنگویج هست پایین تر باشه. خب پرژن هست کانه چون ایرانی ها که دارن جورنال های بگیم اینا جورنال که مقاله مرح حاضیش باشن هم ممکنه حاضای کانه افسی دیگر رو داشته باشه. خب شما از اول چک کنیم مقاله از شما درست بود عنوان یکی چیز رزلت نمیاره آورد اول چرا بود؟ یک بار بدون همین رزلت های دیگه استاد خب کتگوری ها مثلا MGPI آلمان آنلیچ 66 باسل سویزرلمن سیش اینال نه روی همین حالا چی میکنم؟ امتحانی برای شما کار میکنم فقط این فیلترکار هم من یک روشنی بیدادم بحثی دیگه که خیلی مهمه و دغدغه اکثر استادا و اکثر دانشجوهای دکترا هست همیه مگه برای من دانشگاه وقت داده دو ماه دیگر باید مقاله را اکسپتش بیاریم با آسمان میزنم به زمین میزنم جرمالی که بتونه مقاله من تایی دو ماه بپذره وجود نداره به اونجا فرستادم به اونجا فرستادم ولی هنوز جواب نگرفتم. یعنی این یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان هست، استادا هست که متاسفانه داره. اما این راه میانبر به شما خیلی راحت‌تر میتونه شما را راهنمایی کنه که شما به کجا مقالهتون را بفرستین. شما ممکنه مقاله را به جای فرستید که او سالانه منتشر میکنه انوال. خب ممکنه که 6 ماه دیگه به تو جواب بده. تو دو ماه وقت داره. اینجا شما وقتی این تیک را تعریف میکنید به این معنایه که به اون معنایش اینه که این جورنال سال یک بار منتشر بشه پس فرصت برای پذیرش مقالات من کم ممکنه که آرتیکل بای آرتیکل باشه مقاله هر مقاله که میاد اونو فورا بررسی میکنم چاپ این گزینه بهتر یعنی کسایی که عجله داره باید از این گزینه آرتیکل بای آرتیکل استفاده کنه یعنی همین تیگر که بزنه اونمون جورنال های میاره که آرتیکل بای آرتیکل هست و ممکنه که بای مانتلی باشد یعنی وقتی ما این تیگی مانتلی رو میزنیم یعنی که این جورنال ها فقط ماهوار منتشر میشه پس یعنی اینجا برای من نشان داره اینجا آورد گفت یعنی جورنال ها که هسته ماهوار منتشر میشه پس باز هم یک فرصتی بهتر، من دو ماه وقت دارم، ممکنه که ماهی بعدی
مقاله ما منتشر بشه. همینطور ممکنه کانتینیوس پابلیکیشن باشد، اما مستدام مونیتوری ممکنه که فارتنلی باشد، ممکنه که ایرگولر باشد، ممکنه مانتری، ممکنه کوارترلی باشد که عموما نشرات افغانستان کوارترلی یا آقای دکتر احمانی نشرات ما شما اصولا فصل نامه هر سه ماه منتشر بود. ممکنه سیمی انوال باشد، ممکنه سیمی مانتری باشد، ممکنه که تیم انوال باشد یا ویکلی باشد یا نار پرووایدید هر وقت شروع شد دیگه. پس در اینجا ما شانسی پذیرش مقاله من را از لحاظ زمانی میتونیم بسنجیم که چقدر زمان داریم، به کجا بدیم، به سالانه بدیم، با ماهوار بدیم، به مثلا چشم سال به فصل بدیم یا به آرت باید کرد. ولی اصولا من پیشنهاد می اینه کسایی که انتخاب میکنه همین آرتکل باید کرد. اگر انتخاب کنه دستش بازتر و در این جورنال های راحت تر میتونه پیدا کنه، مثلا همون بیمانتی بپنید. خوشم آقای دکتر، وقت ما مثلا آرتیکل بای آرتیکل انتخاب میکنی ریزالت مثلا برای ما میده دفت همزان میشه برای هر دفت هر دفت ها مقاله خوراهان کنیم؟ نه هیچ وقت نه. یک قاعده کلی همین هست که شما اجازه ندارید همزمان، چون هر ژورنالی که شما مقاله سابمیت میکنید، حالا من اینجا به شما در یک بخش دیگه نشان میدیم که شما تعهد میگیرید، من مقاله شما سابمیت میکنید، یک تعهد شما میگیره که شما اجازه ندارید مقاله های خودتون را همزمان دو تا یا بیشتر از دو تا ژورنال بفرستید. تا جواب ما رو نگرفتیم اجازه ندارید. متاسفانه یا خوشبختانه مثلا این امکان نداره. خب حالا پیشتر استاد سوال کرد، ما فرض کنید که میخواییم یعنی ژورنال اکونومیک اند سوشیال چنس پکس چنس فار پارتیس را انتخاب کردیم. در کجای؟ در روسیه. خب میریم روی پروفایلش، پروفایلش را چک میکنیم که حالا این پروفایلش که آمد یک تعداد مشخصات اینجا بر ما به صورت کلی میده. Society or Institution Russian Academy of Science Volgada Research Center، یعنی همون مرکزی قرار تسکیده منتجه. سال 2008 این تأسیس شده، یعنی همین نشریه سال 2008 ایش یو پریر شیش بار در سال شیش بار منتشر میشه، زبانش هم انگلیسیه، ابرج نمبرش هم 12 هست، فرکانسیش هم همون بای مانتلی یعنی کانتریش هم روشن فدرشن هم سیکندری لانگویج زبان روسی، آرتیکل همون دیگوهایی که فردا جنبای دکتر خدمت شما اینا را توضیح میده مفصل، اینایش هم اطلاعاتش را برای ما داده. همینطور کالکشن اندکس کتگوری، خب اینجا سمی جورنال شبیه زوریش ما فعلا چی نمیده توضیح نمیدیم. خب به نظر من این امپکت فاکتور نداره. چرا؟ چون هنوز امپکت فاکتور نگرفته. ممکن است شما بگید من در یک مقاله در یک ژورنال مقاله چاپ میکنم که او امپکت فاکتور خوبی داشته باشه، ولی میبینیم که سال 2022 و 2021 مقاله چی بوجود از اینکه خوب بوده ولی هیچ نوع امپکت فاکتور نگرفته. حالا یک جای دیگه هم ما این امتحانی باز در یک جای دیگه تست میکنیم. اینجا برای ما آورده نشان داده اما امپکت فاکتورش پایین. در سال 2021 19 صدام بوده، در سال 2022 17 صدام شده، یعنی یک کمی پایین تر آمده. خب میتونی سوال کنید که این تقدیم دور شد بر اساس چی
محاسبه میشه. بر اساس ارجاعاتی که به مقاله شما میشه و ضریب مجموع همون مجله در یک سال مشخص میشه که این فاکتور مقاله شما چقدر هست، آخر سال مشخص میشه که چقدر هست. پس اینال ما انتخاب میکنیم که آیا من مقاله را به همین ژورنال بدیم یا نه. ممکنه خب دانشگاهی که من قرار هست اپلای کنم نپذیره، ممکنه من برای رتبه علمی که بخوایم یک پیدا کنم دانشگاهی را نپذیره، بگو آقای این فاکتورش پایین هست. البته که بحث کیو یک، کیو دو، کیو سه، کیو چار هم که استاد پیشتر اشاره کرد، پایدوستو ممکنه پردا با شما اینا را بیشتر شریک کنه. خب اینا ممکنه برای ما اهمیت داشته باشه که ما نه. خب بر اساس از این اطلاعات شما را تصمیم میگید که مقاله اینجا بفرستید یا نفرستید. و یک سلسله اطلاعات کلی اینجا هست تحت عنوان General Information. در این General Information Web of Science Coverage هست که اگر شما این را کلیک کنید تمامی اون اطلاعات که من پیشتر گفتم در این سال از لحاظ GCR یعنی جزء سال، یعنی مقالات از این GCR نشده، یعنی از اون رنکینگ بالا برخوردار نشده. GCR که حتما فردا آقای دکتر به شما توضیح میده، اسکوپوس و اس آی و GCR مقالات که در GCR منتشر میشه دیگه، اون فوق‌العاده رتبه بالایی داره، یعنی که واقعا کارش عالی بوده. خب یعنی این ژورنال از اون کیفیت برخوردار نبوده که شما میتونید این اطلاعات را از اینجا هم در بیارید. اینجا مثلا ژورنال سایتیشن ریپورتش میتونید بگیرید، اوپن اکسس انفورمیشن شو بگیرید، پیر ریویوش بگیرید. و خب یک ژورنال دیگه هم آقای دکتر من سوال برام مطرح میشه اینه که همین بحثی که شما میکنید، مثلا ما میگیم صفحه ازدویر سانسیابی رو باز میکنیم به داخل از اون کاملا میره همین جورنالهایی که میگه اونجا هم هست میکنیم مثلا کدو بخش شما کار میکنید کاملا صفحه اول سانس تایگر که باز بکنید همون جورنالها دستبندی شده به ما میگه که هیته کاری چی هست به چه صورته و اونا دقیقا جورنالهای معتبری هم هستن که میشه در هیته کاری خود خوب خیلی راحتر اونجا میشه پیدا کرد و کار انجام بده. خب ما درسته هر شما ما قبول دارم ولی اونجا یک اشاره میکنیم. ما فقط به عنوان نمونه دو سه تا انتخاب کردیم که یعنی گزینه های مختلف هست. خب یعنی اینجا اگر شما کلیک کنید جنرال سایتیشن شید، یعنی فقط برای سال 2022 بوده، یعنی ممکنه سالهای دیگر نبوده باشد. خب ما این اگر مسدود کنیم ممکنه که فیلترهای ما محدود تر بشه، زمینه پیدا کردن همون مقاله یک کمی برای ما سخت‌تر شد. خب اینجا در قسمت راست ما چیز کار رو شما می‌کنید بر اساس همون ترتیب حروف الف با جور کنید اونوشی سوی شکلی خیلی زیاد چینیم. حالا اونوشی به عنوان نمونه آمدیم گفتیم اگر ما بخوایم مقاله خودمون را در یک ژورنال بفرستیم اول جزئیات از رو بفهمیم و آیا چقدر شانس داریم با حوزه کاری ما، نمیدونم این فاکتورش، وضعیت اون ژورنال، حوزهش، زبانش، این راحت تره که ما بیاییم تمام ژورنال ها را مطالعه کنیم. حالا یک نمونه دیگه هم که آقای دکتر اشاره کرد اینجا هم هست. مثلا ما میتونیم که از کلمه ژورنال فایندر استفاده کنیم. خب در این ژورنال فایندر شما همون کاری که قرار بود در اونجا انجام بدید اینجا هم در همین شیوه میتونیم انجام بدید. ما نوشیم مثلا در گوگل اگر بنویسید که ژورنال فایندر میاره دیگه، شما این رو باز میکنید. حالا ممکنه که اون قسمت راست رجستر کنیم، اون ثبت نام کنیم که بعد از همیشه خیلی راحت بتونیم از امکانات از اینا کسب کنیم. اینجا ما در حقیقت فقط علمو
چکیدید ممکنه نتیجه گیری باشد، ممکنه که پرفیکس یا مثلا مقدمه را تایپ کنیم یا مثلا پیست کنیم، بعد چک کنیم که چند تا ژورنال حاضرند یا مقاله ما با اونا همخوانی دارند. حالا ما آقای دکتر پیشتر گفت ما اول به ایمون نمونه کار کنیم، این ژورنال فایندر راحت تر ساده تر و بیشتر امکانات را اینجا در اختیار ما قرار داده. به ایمون نمونه من سرچ کردم چون بالا رو آورده بود آقای دکتر، خب تو بالا تعداد رو آورده بود، این تعداد شما 34 تا ژورنال داشت نه؟ خب ها شامین 34 ژورنال از میچینگ یور پیپر، یعنی مقاله ما با این 34 تا ژورنال نزدیک. من انتخاب میکنم اینالی اینجا مشخصاتش کامپیوتر لاین سکیوریتی ریویو آی اس اس نمبر شن این هست، اگر ما روزی که بکنم مشخصاتش می سایت سکرشیه این پرد فکتور شده اشاره نویه و صفر اشاره چک بود این دو اشاره نه خیلی خوب بریگه دوست اکسپتنس ریدش 24 درصد هست، تایم تو دیسیشن میشه هم 6 هفته، این در 6 هفته اونا معلوم بفرستون تا 6 هفته ممکن اونا جواب بده هم بس پروسی دارانی و الکترایشی تن تو پابلیکیشنش هم 5 هفته بعد از اینکه مقاله ما اکسپت شد تا به دارا تایید شد 5 هفته بعدش هم این منتشر میشه پابلیشن آپشن فور دیس جورنال اوپن اکسس هم پول کمی نیه و ماشاءالله موشمو خیلی خوب میخونه چیز ما چیز دیگه 3660 دلار دیگه موشمو که بلا پول نه دیگه موشمو وای دا 20 دلار درآمد داره استو دانشگاه مثلا دلار متعال اینی دیگه است دیگه این میجا تو چادر تو جمع میکنیم یا ما تیر مستی نمیشه کی دادم این برای افغانستان رایگان این رایگان اونجا هست رایگانش هم هست اگر ما بخواییم اون تحصیل کنه خیلی زور اما این حق فکتورش خواهیم هست خب این حق فکتور تا چند میتونه ارتبا ارتبا شده اما حد بالای چند هست من خودم شخصا تا 16 را دیدم و 16 با بالا ندیدم شخصا این فاکتور معمولا برای نیچر 40 است، برای ساینس 45 است، اونا ژورنال های یا ژورنال های بسیار سختگیران تر ACS 15 هست امریکا کسته اینه، ولی اون ژورنال های دیگه که نیچر امثال از اینها میگه اونا برای کارهای خاصیه، برای کارهای های تکه که معمولا چاپ کردن مقاله داخل از اونها سخته بود کسای داخل از اونها مقاله چاپ میکنن که بین رشته ای کار میکنن، یعنی تیمی کار میکنن، چند تا تیم با هم دیگه هستن، هر قسمت هر تیم یک قسمت کار انجام میده، نتیجه بعضی بر از اونها میرسه. مثلا در بحث کرونا اونها تیمی کار میکرد، این کار انجام یک بایو تکنولوژی کار میکرد، مثلا یک کیمیست کار میکرد، یک پزشک هم کار میکرد، یک روانشناس هم کار میکرد، نشون از اینا با هم تیم پیدا مقاله میشد. اونا اما این فاکتور بسیار بالا بود. خب مثلا ژورنال دوم اینجا سایت سکورشی 10 شده بگیر این پر فکرشی 12 شانس قبولی من 13 درصده هفت هفته هم زمان دولانی اینا میبرد سی هفته بعد از بزریش هم احتمال چاپ هست، یعنی اینا در حقیقت همون مسیرهای کوتاهی هستند که ما را از سرگردانی دور و دراز که دنبالش هستیم خلاص بکنه. با عرض سلام جناب دکتر سرگیرانی، خب این روش ها روش های رسمی و راحت نور میکنه برای ولی خب عموما در مواردی هست حالا یا دفاع از رساله هست، مواله هست، حالا دوره ماستری هست، گاهی وقتا خود اساتید راهنما و اینا در خیلی از جورنال ها و اینها یک اعتباری دارن، آیا خود ما بریم داخل اینها بگردیم یا نه؟ مثلا او استاد مراجعه کنیم و از اعتبارات او استاد هم بکنیم برای از که زودتر به
مقصد برسین های تأثیر گذار هست یا نیست؟ در قسم جنرال خارجی نداریم استاد، بخاطر از اینکه خارجی یک خوبی داره که پارتی بازی قبول ندارم، یعنی واقعا ندارم، من شما نکردم و یک استاد آنما فرستاده در همه بود اینه که من فرستاده میکنم، یعنی هر طور جواب ایمیل یک چیز بود، یعنی بودید استاد و همه ایمیل در همه جورنال چی بود؟ روزی حیات دولارش بود، این جواب بر ازو همه بر من، از او خاطر من بکنم که نیست، مدار چیزی که اونجا مهم هست، تلاش شما بر این باشه که وقت مقاله را دونه برای یاسه نبره میدید، کسی که نویسنده اصلی هست اکثر کار رو انجام داده نامش در اول میشه، حالا اون خوب این کارها و دیگاهش سر جایشی اونها در اعتبار اصلیت همون یا نفر دوم اعتبارش کمتر هست یا اون کمتر هست به همون ترتیب که همین دکتر مخالفم با این واقعیت هم اتفاق افتاده ایران آره استاد ایران جورنال های بین المللی بوده من نمونه برای شما میگم یک مقاله بود یک از اندیشمندای هندی به نام بوز یک ارسال کرده بود در مورد فرمیون ها و بوزون ها در کوانتوم مکانیک بود ارسال کرده بود اتفاقا مقاله از این چاپ نشد این مقاله فرستاد به نزد آلبرت اینشتین و در آلبرت تو یک مطالعه کن بعد ببین به چه صورته آلبرت اینشتین یک مطالعه کرد اسم خود خودم اضافه کرد مقاله چاپ شد یعنی اسم ازی که اضافه شد در حالی که کار همون کار بود فقط چون اسم آلبرت اینشتین بیامد چگار شد چاپ شد مستاد راهنما هم هست مثلا مقاله داره صد تا او به عنوان یک برند محسوب میشه اینا اگر کارم به چاپ میشه به خاطر کاریزمان بودن ارزون میشه او حمایت معنوی میکنه از کار علمی من و او پشتوانه علمی قرار میگیره بی برو برده ما دکتر مهدی نیا مثلا استاد راهنما دوم بود این مقالات اینو زیاد بود این داخل همون ژورنالی که میفرستاد اون ژورنال این میشناخت این به عنوان ادیتور بود به عنوان داور بود کار از این بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره تا کاری که من به اسم خودم میفرستادم تا من بیام جایگاه ارزش بگیرم حداقل چند سال طول بکشه اینا اینا به ذهنیت بینه که برای از این اهمیت داری کار میکنه که به عنوان اکبر شاید البته در کشورهای که پارتی بازی باشه من با استاد موافقم یعنی من شخصا زمان که همون چه دام برای مبحثش مقاله دکترا چی کردم یعنی بودی استاد راهنمای هم همین ویژگی را داشت یعنی جواب ایمیل یک چیز بود که ما در همون زمان یه بررسی کنیم ولی باز من خودم پیش برم حالا شما ممکنه من قبول دارم بعضی علیشه مورد استثناء باشد حالا ما این رد نمی کنیم خب قطعا اساتیدی که مقالاتی بیشتر دارن، بگرمونی خوبی دارن و قطعا تصویلی های فهم ما حتی استاد راهنما شاید من فکر کنم های دکتر ذهنیت این بوده باشه استاد راهنما چون با یک مجله خیلی کار میکنه به موثر خود چی میگه؟ میگه که تو در همین حوزه کار کن که من بفرستم که چاپ میکنه یا واضح میگم میده استاد راهنما تو واضح میگم میگفت که این سردبیر با ما خیلی را میده هر هفته یک مقاله برمون میفرسته تو بده که بفرستیم چاپ میشه به قول برمون میده ورد ما در اون قسمت قطعا نمیدونم بخاطر که ما یکی از همکاران میشناختم مقاله خودش به همون دانشگاه فرستاد با تمام اصلاحات آخر سرم رفت ولی آخر سر رفت با استاد را همون دانشگاه صحبت کرد این نام از تو هم دیگه باشه ولی چاپ شد چرا چون بود خب در ایران بود منطقه خب ایران افغانستان و کشورهای ما خب دیگه استثناء هستیم حتی آقای دکتر من چیز دیگه بگم در بحث چاپ مقاله که هست ما جایی فرستاده میدیم مقاله مورد نظر کسی که داور بود که مقاله ریوایز میکرد هیچ مشکلی گیر نیورده بود گفته بود به عنوان ریفرنس مقاله برام بدین که سایتیشن بکنه شرطی داشته بود که من مقاله شما رو در صورتی مورد پذیرش از دیدگاه من که شما مقاله رو ریفرنس بدیم من رو چیکار بکنم ریکامند بکنم برای شما توصیه بکنم و دیگه هم اتفاق افتاد خب حالا یک ژورنال دیگه را هم ما به شرط یک کوتاه مختصر یک مرور میکنیم اما شیوه مطابقت دادن مقاله خود ما و پیدا کردن همون ژورنال مورد نظر یه موقع باستانی سکنه
همین که من بزرگ تا استاد میارم یکی دیگه هم از بحثایی که خیلی در گذیرش مقالات خیلی میتونم تحصیل گذاره اینه که هر جورنال خب مقالات زیادی چاپ کرده و عموماً کسانی که داخلی و مقالات دارن اینا ریفرنس هایی که شما میرین از اون مقالات همون جورنال استفاده میکنن یعنی برای از اون مهمه که تو آیا تو به این جورنال سر زیدی در این جورنال ما شاید قبلا مثلا شبیه همین موضوع یا نزدیک به یا برای همین مقاله تو استفاده میشده آیا تو از اون جورنال هم مقالاتی دیدی و استفاده کردی در همین سیدی هم بس استناد کردی یا نکردی استناد کردی یا نکردی تأثیر زیاد داره برای که در همون جورنال چاپ بشه بگو این نمونه برای خود من اتفاق افتاده تو واضح بگفتی بود که مقاله من بگر رو ریفرنس بدی که سایتشن بخواهی خب حالا مثلا شما فرض کنید کم یک از این جورنال ها رو انتخاب کردید ما خواهیم مقاله برای شما ارسال اینجا سابمیت پیپر هست روی ازی اگر کلیک کنید دیگه همه بحث ارسال مقاله شما برای از این جورنال انجام میشه که همون پروسه که قرار هست ما تایی مراقب کنم برای سابمیت کردنش اینجا انجام میشه استاد خیلی معذرت همین هزینه ملی یا تکس خود همین جورنال ها تا چی اندازه صرف بینی میتونه بوده باشه هزینه کم یا تا چی اندازه میتونه باشه وقت داره دیگه به حد محل یا اقلش نمیدونم شاید دوستر سر نه تنگ تنها این نبایده که ما مجلاتی هم داریم که پول نمیگیرن اما اعتبار دارن و زمانی که شما مقاله مورد نظر اینجا چاپشون مقاله رو برای شما میفروشن مثلا شما نگاه میکنید اونو این فکتورهای بالایی دارن کیوان مسئول کشن اینا اونا کارهایی که انجام میدن بر اساس پول نیه بر اساس از اینه که مقاله شما چی مدار علاوه علمی قویه پشتوانه علمی شما به عنوان سرمایه برزونه میشه که اونا بعدا اون رو بفروشن مقالات پولی اتفاقا که میشه ارزش علمی رو پایین میاره چون شما در قبال پول میدین مقالاتی که پول نمیدین اما بر اساس صلاحیت یا ارزش علمی میتونین چاپ کنیم اون ارزش مندتر محسوب میشه اما لیستی که میگوتون اگه باید دکتر میابدن ساینس دایرکت دقیقا برای شما میتونه لیست میکرد از اون بالا یعنی حوزه ها میگفت حوزه مورد نظر حوزه فلان حوزه فلان حوزه فلان اونا مقالات یا مجلاتی بود که پول نمید اما بحث چی میشه ارزش علمی کارش میشه اگه اینجا هم هم وقتی شما همون پیشن اشغال من به اوپن اکسس رو برداری موقع شما میگم همون بهترین که من نشان دادم خب حالا ما آمدیم انتخاب کردیم مثلا این مجله رو این Welcome to Editorial Manager در کدام نینی نشریه یا این مجله خب مشخصا که دفعه اول وقت ما وارد میشیم باید رجیستر کنیم که به این قسمت رجیستر میکنیم تمام شخصات ما رو وارد میکنیم بعد از او همون پروسه سابمیت شروع میشه شما از این تن با ما رو خواهد داریم خب در اینجا مشخصات خواهد وارد میکنیم ایمیل خواهد وارد میکنیم در این قسمت کانتینیو رو میزنیم همه پروسه پیش میرم خب چون ممکن ما یکمی عقب بمانیم مجبور یکمی سرعت بیشتر خب حالا ما جورنال انتخاب کردیم مشخص شد اینا مقاله بخواهیم سابمیت کنیم منتها قبل از اینکه ما سابمیت کنیم آیا مقاله ما از لحاظ ساختاری از لحاظ شکلی با او جورنال همخوانی دارد یا نداره اگر همخوانی نداره ما باید او را همخوان کنیم به این خاطر هست که هر نشریه برای ما یک سلسله معیارهای در نظر گرفته مثلا شما وقتی مقاله میفرستین چکیده شما ممکنه بگه که چکیده نباید از 100 کلمه یا 80 کلمه یا 150 کلمه یا یک تعداد کلمه بیشتر باشه ولی چکیده ما ممکنه بیشتر باشه اگر ما او را تنظیم نکنیم او رد میکنه پس از این لحاظ هست که نکته ها رو ما باید در نظر بگیم که بعد از او ارسال کنیم واژگان کلیدی ممکنه اونا بگه 3 کلمه یا 4 کلمه یا 5 کلمه اما واژگان کلیدی ممکنه 7 کلمه باشه یا کمتر بیشتر باشد که رد بشه
ممکن از محتوای مقاله خیلی از ژورنال ها همو کریتریا یا ویژگی ها و مشخصات و معیارها بر ما میده. مثلا شما در مقدمه خود چی موضوعات را مثلا مطرح کنید یا بنویسید که با ما همخوانی مثلا برای مسئله باشه، اندر موضوع باشه، اهداف باشه، پرسش ها باشه، قضیه باشه، پیشنهاد یا هیچ دقیق اینا. ممکن قسمت از اینا را او ژورنال نخواسته باشد ولی ما در مقاله خواهره باشیم، پس اینجا همخوانی وجود ندارد، مقاله ما امکانی همون میزان پذیرش امکان داره. محتوای متن هم همینطور، چه چیز را اونا در متن از ما خواسته. خب به صورت کلی ما اینا که اردم به صورت کلی مثلا مناقشه نتیجه پیشنهاد اینا یک که ما به صورت کلی اردم ولی ما ممکنه یک بخش اضافه کرده باشیم مقاله ما اون رو نداشته باشیم، پس ما اون رو باید اضافه کنیم. در نتیجه گیری هم خیلی اوقات پیشنهاد میده، میگه نتیجه گیری شما با او بحثایی که شما در بیان مسئله مطرح کردید یا در مقدمه آوردید ممکنه که با اهداف شما همخوانی نداشته باشه، ممکنه با فرضیه شما با سوالات شما یک ارتباط مستقیم یا غیر چی نداشته باشه، پس اینا ما تنظیم کنیم. نوع خط ممکنه اونا تایمز نیو رومنس خواسته باشد، ما ایریال انتخاب کرده باشیم، اینا از لحاظ شکلی برای اونا خیلی مهمه. فاصله خطوط ممکنه ما خطر این قدری انتخاب کرده باشیم، با یک قدری یک سانتی این سانتی خلاصه سنگل و دول اینا. خب نحوه ارجاع دهی ممکنه ایفی او داشته اینا باشد ولی در اون متنی یا پاورقی و پاورقی گفته باشم ما در اون متنی باشم آخری ما یا از ما پاورقی تنظیم کردیم ولی او ژورنال در اون متنی یا ایفی هم که میخواید با کدام شکلش اینا رو ما اول مطالعه کنیم دقیقا از لحاظ ساختاری شکلی جناب استاد فردای ما مفصل به شما توضیح میدن. ما مقاله ما باید این ویژگی ها را با توجه به اون ژورنال که ما قرار هست مقاله رو بفرستیم هماهنگ باشه یا هماهنگ باشه. بعد وقتی که اینا رو تنظیم کردیم میریم سراغ ساختمان مقاله. خب یک فایل را داخل لپتاپ یا از طریق موبایل اگر هست ما داخل لپتاپ داریم بعد اونجا رجستر میکنیم، لاگین میشیم، ایمیل میایه برای ما، بعد ما اون ایمیل کانفرم را تایید میکنیم، رجستر که شدیم یک یوزر پاسورد برای ما داده میشه، بعد این فایل ما میریم اونجا آپلود میکنیم، بعد همون فراداده ها و نویسنده هایی که تعداد نویسنده یک نفر، دو نفر، سه نفر، مشخصات اونها، ایمیل های اونها، اما افریدشن که پیشتر و سال هم اشاره کرد اونها رو باید دقیق ثبت کنیم، بعد از اون ما ثبت کنیم. حالا به عنوان نمونه حالا ما یکی دو مورد رو آوردیم. اگر اجازه بدید که یکی از این ما یک کمی انجام خب ما به عنوان نمونه مثلا این ژورنال سنتزیس اند سنترینگ را انتخاب کردیم. در قسمت بالای از این سایت یک رجستر هست، یکی لاگین هست. خب برای اولین بار با ما بحث رجستر هست، اما ممکنه که شما قبلا عضویت از اون داشته باشید، لاگین میکنید، وقتی که لاگین کردید همون پاسوردی که دارید وارد میکنید، وارد از این ژورنال میشه. خب من چون قبلا برای اینا مقاله فرستادم، عضویتش دارم، آمدم. حالا اینجا یک گزینه هست به نام نیو سابمیشن.
یک مقاله دیگه میخواد بفرستم. حالا یا قبول میکنه یا رد. روی نیو سابمیشن وقتی که کلیک کنید اینجا همون تعهدی که پیشتر جناب استاد از ما سوال کرد میپرسد. مگر یو مستری and acknowledge that you have completed the requirements below before presenting. یعنی قبل از اینکه شما مقاله برای ما تایید کنید صاحب میکنید ارسال کنید یه باقی خط بخوانید یا قبول میکنید یا رد. خب گفته تریکس پس ریویو فول نیم ارگنیزیشن. خب سه داور مقاله شما را داوری میکنن بررسی میکنن. شما با این موافق هستید؟ اگر موافقیم خود تیک بزنیم. اگر موافق نستید که داوری نکنه خود ترانسکریپت اوریجینال اند پابلیش. یعنی همین مقاله شما نباید جای دیگه چاپ شده باشد یا برای یک ژورنال دیگه ارسال شده باشد. سوم، the submission text is spell check grammar. یعنی از لحاظ گرامری و امثال اینا هیچ نوع مشکل نداشته باشد. چهارم، permission is obtained for the reuse of copyright matters. ممکنه که در مقاله شما بعضی جوازهای هم لازم باشد که اونا رو شما قبلا دریافت کرده باشید. مثلا فرض کنید شما یک مقاله در افغانستان منتشر میکنید یا در بخش طبابت منتشر میکنید که از لحاظ اخلاقی ممکنه که مشکلات باشه. یعنی شما از اون جا جواز مربوطه رو که همون تعهد اخلاقی هست جناب آقای دکتر موسی که هم داره یک طرز عملی در این موری که شما از اون مرجع باید جواز مربوطه رو دریافت کرد. مثلا فرض کنید به این نمونه میتونید در بخش طبابت خوب هم گپ رو ما نمیتونید منتشر کنید برای که همون بخش مربوطش بیارید اون جواز مربوطیت برای ما بید. خب all figures and tables rest within. یعنی تمام اونمون شکل ها یا اونمون جدول ها و چیزایی که در داخل مقاله به کار رفته کامل و جمع و جور و مناسب باشد. و همینطور گپ آخر رفت کلامس چند استروباید اونمو شکیلی تصویری که شما هست اینا را در صورت که لازم باشد شما باید داشته باشد. خب ما اینا را همه را تیپ میزنیم یعنی که قبول داریم. آره همین گپ هایی که شما گفتید ما پذیرفتیم. حالا در اینجا کامنتس for the editor. قرار هست که شما یک متن کوتاهی را برای ادیتور یا سردبیر یا مدیر مسئول مجله بنویسید. آقا من این مقاله که ترتیب شده ما سه نفر هستیم تمام ابعاد این مقاله را بررسی کردیم همه ما راضی به نشر از این هستیم. روزه مثلا افغانستان منتشر شده یعنی ویژگی ها دارم ما همون تعهداتی که هست میپذیریم. بعد این میره برای سردبیر. خب وقتی که ما این متن اینجا نوشتیم سیف اند کانتینیو را میزنیم خب حالا هر چی که هست خب ما سیف و کانتینیو میزنیم بخاطر اینکه کار ما امتحانی هست این را ما پذیرفتیم که همین گپا هست. در این قسمت از ما یک تعداد مطالب دیگه را میخواید یکی کاور لتر چون اینی جاهایی که ستاره هست اینا اکسامیه ما باید اینا را برای اینا بیرستیم. خب کاور لتر هم همون مطالب ما بیشتر نوشتیم. این مقاله در حوزه افغانستان نوشته شده از لحاظ گرامری چک شده از لحاظ ساختن این مطابق با نشریه شما هست. خب همون یک کاور لتر در منسکریپت که همون پیشنویس یا همون مقدمه رو شما میتونید اینجا فایلش جداگانه آپلود کنید که یعنی وقتی ما کاور لیتر را رویش کلیک میکنیم همون کاور لیتر را باید آپلود هم
بکنه. یعنی وقتی ما اینجا انتخاب کردیم کاور لتر، از اینجا میاییم کاور لتر که در داخل لپتاپ ما هست انتخاب میکنیم و آپلود میکنیم. همینطور گرافیکال ابسترکت که همون بعضی البته خود چکیده دیگه قطعیه، چون چکیده اگر نباشه تو مرخواب ناخاله قبول نمیشه. خب ما چکیده رو هم اینجا آپلود میکنیم، تمام اینا رو وقت آپلود کردیم ممکنه که ریسپانس تو ویدیوی هست. البته این ریسپانس تو ویدیوی هست زمانی هستن که مقاله ما رفته در اختیار داور قرار گرفته، داور بررسی کرده، الان یک سلسله اصلاحات به ما داده، ما در پاسخ اصلاحات داور این گزینه چهارم انتخاب میکنیم. یعنی در پاسخ به اصلاحات که داور ممکنه که اسناد مدارک شواهدی چیزی نمیدونم نوشته های دیگه هم باشه که اون در قالب آدرس انتخاب باشه. خب حالا بذاره که ما یکی انتخاب کنم که یک فایل اپلود کنیم بکنیم کار ما پیشه. خب کانتینیو رو میزنیم. حالا اینجا ریویو دیتیلز هست، اگر شما باز هم یاد و بازبینی داره این یک دفعه بازبینی میکنید، اگر ندارید خب کانتینیو رو میزنیم و این مقاله شما دیگه در حال کانفرم شدنه که شما یه تایید رو بفرستید. چرا؟ چون این گزینه کامپلیت رو اگر بزنید این دیگه ارسال شد. خیلی به همین سادگی خیلی سخت هم نیست، چون دوامت و فایل ادیت و اگر فایل دیگه هم شما قرار هست زمینه کنید از اینجا از انهاده فایل میتونید استفاده کنید کامپلیت رو بزنید. اگر قرار دارا بگه اونجا باست منظر باشم اکسان میخواهیم. خب من این کنسل میکنم، نمیخواهیم که ارسال شود. خب یک مورد دیگه هم هست که یه هم خیلی راحت هست برای سابمیت. حالا ما امتحانی آوردیم اما ما را زیاد سخت نگیریم. ما میتونیم از طریق گوگل انتخاب کنیم. اینجا شما ممکنه از طریق گوگل یک ژورنال انتخاب میکنید، اما لینک از دور را کپی میکنید به این شکل submit your paper online with word format of paper author registration submission of your paper. خب شما این را میوید چی خیلی هم راحت هست. full title of paper اینجا عنوان مقاله خودتان را می نویسید. مثلا می نویسید که یک عنوان بگید کامیش بزن. خب انجینیرینگ در کدام حوزه؟ خب نه در حوزه انجینیرینگ نیست، کامرشیال بیشتر اقتصادی تجاری میشه، یعنی که هست در حوزه کامرس. بعد سلک کانتری کد فار موبایل، یعنی مقاله که شما آپلود میکنید از کدام کشور آپلود میشه. خب مشخص که افغانستان. اینجا میایید شما فایل مورد نظرتان را انتخاب میکنید آپلود میشه. بعد اینجا هم همون چکیده را شما تایپ میکنید یا پست میکنید. بعد در این قسمت پایین تر امور جزئیات یا دیجل های نویسنده ها هستن که ما اینا را باید درش کنیم. خیلی مهم هست که آقای دکتر رحمت صحبت کرد author details نویسنده اول، نامش و همینطور
سمتش در کدام سازمان هست یا افعیلشنش در کدام ارگان هست. یک مقاله ممکنه من فردی بفرستم، اما یک زمانه که ممکنه این را از آدرس یک دانشگاه بفرست. اوی که فردی فرستادم زد، اما این با این که طریق دانشگاه فرستادم در پذیرش ممکنه یک قدر اهمیت داشته باشه. چرا؟ چون او یک نهاد، یک سازمان، یک ارگان شناخته شده. و همون خاطره که ایمیل یاهو، جیمیل یا ایمیل که مثلا فرض کنید شما انتخاب میکنید که ادغال edu.af یا مثلا جامی edu.af یا مثلا آسیا edu.af با ایمیل که از یاهو جیمیل خیلی تفاوت داره. دانشگاه غالب برای آدم های عادی که ایمیل نمیده، جامی میده، آسیا میده، کدام دانشگاه میده نمیده. پس اینا خیلی اهمیت داره که ما اینا رو بنویسیم. این استیت ارگانیزیشنش، اما ایمیلش و شماره تماس اگر نویسیم به دوم هست، سوم هست، به ترتیبی که شما در مقاله لیست کردید، اینجا هم به همون ترتیب شما میارید. بعد اساتید هم خسته نشود. آدرس ارتباطی خوب، آدرس آف کمیونیکیشن، آدرس اول، آدرس دوم، شهر و ایمایش که دیگه راحت هست، کشورش هم کوستال کود که برای اساس همون شهر ما هستیم، هرات فکر کنم 3001 اگر داشتیم. خب اینجا یک سوال خیلی فوق العاده سخته که ممکنه ما شما جواب دادن نتانیم. دو جدید رو من نمیفهمم چقدر میشه در جواب میدیم. 11 شد افتازه که ممکنه روبات نباشن یا کس رو استفاده نکنن. خب دیو رفرنس کود که فیو هفت اینی آیا همین کودهای قبلی هم شما دارین؟ اگر داره میرسن برای نبرد پیشن مسیج بار ایدیتور همون پیام ویژه یا خاص که شما برای ایدیتور دارین که پیشتر در اون ما گفتیم که ما سه نفر که نوشته کردیم همه راضی به نشری هستیم. چرا؟ چون بخاطر که ممکن هست اگر سه نفر باشد ما این مطلب را ننویسیم، یک کس یک روز یک از همون نویسیم داریم ما به این جیمه بزنه بگیم من راضی نبود. اینا خیلی مهم هست و این متن در حقیقت سند برای ازونا بعد سابمیت میکنه ارسال میشه. این خیلی سخت نیست. خب تا اینجا اگر سوال نباشد پیش بریم، چون ممکنه بعضی سوال ها دارم. خب وقت هم زیاده. حالا رسیدیم به داوری مقاله، مرحله ای که ما آن سابمیت کردیم، مقاله در اختیار آقای دکتر رحمانی قرار گرفت. آقای دکتر رحمانی قرار گرفت مقاله ما رو داوری. داور اولین باری که مقاله رو باز میکنه ساختار رو میبینه، شکلیات رو میبینه. اولین چیزی که او میبینه به چشمش خیلی مهمه شکلیات. آیا همین شکلیات مطابق به همین ژورنال ما هست یا نه؟ اگر نبود وقت هم نمیگذارد. خیلی مهم. پس ما شکلیات رو همون که گفته مطابق رهنمود او ژورنال در نظر بگیریم، چون همه این ژورنال ها رهنمود خود دارند. آقای دکتر یکی از ژورنال های غالب هست که باز بکنیم نمیشه کنیم پس نامه ماله چون همه ژورنال ها همه رهنمود را دارن. خب حالا ما فارسی شدیم، شما هم دیگه دکانی که نه انگلیسی هم اونجا داریم برای نویسندگان. آره برای نویسندگان کلیک بکنیم رهنمای نویسنده. خب این مجلد وقت شما باز کنید در اینجا اونمو رهنمودی که از لحاظ ساختاری
فاصله چقدر باشن، نوع فونت یا خط چقدر چی باشن، نمیدونم رفرنس ها به چی مدل باشن، تعداد کلمات چکیده چقدر باشد، کلید واژه ها چقدر باشد. من پیشتر اونجا گرفتم گفتم همون داده هایی که ما قرار هست به عنوان متن چی باشد، در مقدمه وسط کلی چی باشد، در چکیده چون اکثر ژورنال ها اینا رو میگیرن، ما در راهنما خود می نویسه، ما شما که وقتی محصیل میاره چکیده می نویسه میبینیم میگه این چکیده باید 1, 2, 3, 4, 5 اینی گفا رو باید داشته باشه. خب اگه نداشته چی نمیم؟ خب اگر چی نمیم؟ هم ساید دیر آورد سایت ها دیگه زیاد بازم آره سایت های دیگه بازه خب ما این هم دیگه تا اون باز شد از آخر نهایی لازم باشد خب ببینید در اینجا رهنمای نویسنده ها آورده شدن. حالا شما فرض کنید که انگلیسی هست و کدام حوزه ها مشخص کرده گفته فرضی نامه والی در حوزه اقتصاد مدیریت جامعه شناسی شرعیات اینا مقاله میپذیرن چاپ میکنن. خب هست پس حوزه برای ما مشخص شد یعنی دست ما راحت تر. خب یعنی مقاله ما چی ویژگی داشته باشد، نتیجه داشته باشد، نویسنده هایش مشخص باشد، امانت داری در اونجا که همون بحثی اجاره و رفرنس‌دهی هست رعایت شده باشد، مقاله در نشریه ای که شما مقاله فرستادیم همزمان به جامعه یا دانشگاه کابل یا دانشگاه تهران مثال نشده باشد. خب مقاله شما منوط به تایید چی هست، هیئت ژوری هست، محتوای مقاله بر عهده من نویسنده هست، اگر من آمد بر علیه نظام یا این مطلب خلاف شریعت اسلام دیگر بگفتم مسئلهش با من هست، در ویرایش ادبی و فنی و شکلیاتش گفتگول همی نشه غالب آزاد که از آز شکلی خانت آباد که خود این کار می کنید در کار من راحت تر کردی ولی ما جنوب خارجی همه نمیزنم ولی خود بگنیم حجم مقاله از 3000 کلمه بیشتر نباشد، چیز کمتر از 3000 نباشد، بیشتر از 7000 نباشد، نام خانوادگی و مشخصاتی دانشگاه و همون سمت افیلیشن و آنسال اینا باید داشته باشد، مشخصات همه نویسنده ها به این شکل آورده میشد. اینا مشخص کردن نویسنده یا نویسندگان چی بود؟ اگر رتبه علمی داره پنجاه و پنج بلا امثال اینا ارسال مقاله گفته است اینجا باید انجام بشه، یعنی که شما هارد به دانشگاه نرد، ما وقت نداریم برای شما فرض کنیم مقالات دانشجویانی کنفرانس و دکترا اینا هم میتونه که اگر دانشجوی دکترا هست یا دانشجوی مقطع ماسلی هست به دوستات همکار مو باید قشن. حالا اجزای مقاله که در اون چی چیزی باید رعایت شود اینجا آورده شده چکیده فارسی یا پشتو 200 تا 250 کلمه ممکنه بعد سوال کنه. اصولا خود مجله تعیین میکنه که چقدر باشه، ما نمیتونیم یا بگیم این که واژه‌های کلیدی را گفته بین 3 تا 9 کلمه باشد یا اون واژه های تخصصی عمارت مقدمه گفته چی گفا باشد و مسئله داشته باشد اهمیت شما بگیم که ضرورت شما باشد پیشینه تحقیق، هدف، گسیش، فرضیه. خب اینی گفا اگر احیانا در درون مقدمه ای که شما مقاله نوشته کردید برای ژورنال غالب میفرستین اگر اینی گفا در اون وجود نداشته باشد غالب چاپ نمی کنن. یا مثلا سوشال سنس که مربوط به دانشگاه آکسفورد هست شما فرستادید اینی معیارها برای شما در نظر گرفته اگر نداشته باشد مقاله شما نمیشه و این خاطر هست که داور دست شما درد نکنه خیلی ممنون و این خاطر هست که داور برایش اینا فوق العاده مهمه و اینا را در نظر میگه. خب گپ سوم ما تا بعد میای مطابقت مقاله با حوزه ژورنال هست. من مقاله در حوزه تجارت هست، خب من ژورنال غالب دیدم مشکل نداره چاپ میکنم. و گپ چهارم روش مناسب برای رسیدن به نتایج هست، یعنی شما وقتی که روش تحقیق خواهی انتخاب کردید
اینمی روش رسیدن شما و اون نتیجه با توجه به ایمان شما، فرضی شما، صالح تقیق شما درسته یا نیست؟ اگر درست نباشه خب قطعا دارایی را رد میکنید. مثلا شما قرار هست که آمار بدید که تعداد کسانی که در افغانستان در نتیجه بیماری کرونا از بین رفته، شما رئیس کتابخانه انتخاب میکنید، خب مسلمه که رد میکنید. پس کجا میدید؟ مثل که یک وکیل پارلمان گفته بود 60% مردم هرات کس نه اینطوریه. آقا تو رفتی تحقیق کردی، رفتی پرسشنامه توزیع کردی، از کی پرسید؟ اینا مهمه. به او خاطر اگر ما اینمی ظرافت ها رو در نوشتن مقالات دقت نکنیم، داور به سادگی مقاله ما را با وجودی که خیلی گپای خوب، نواری های خوب در وجود داره کنار میذاره. پس از این لحاظ هست که اینا ما باید در نظر بگیریم و گپ پنجم نتایج کافی و مناسب مطابق داده ها. یک زمانی که شما نتیجه رو خوب آوردید، داور رو قناعتش میگیرید، ولی با داده هایی که جمع کردید همخوانی نداره. یعنی اینجا یک تناسب بین نتایج شما و اونمون داده هایی که در درون مقاله هست وجود داشته باشد. خب برخورداری نتیجه از داده کافی انتباه بارید. و من گفتم هفتم زبان مقاله دیگه یه شکلی میده که زبان نمی نواشم که فکر نکنم کدام جورنال بپذیرم. ما آقای دکتر رحمانی موقعی که همکار بودیم مقالات که بعضی از کسایی که اینجا می آمد رد میکرد، چشون زبانشه علمی نبود. پس این مهم هست شکل ها و جدول هایی که در چه هست داخل مقاله باید در جای مناسب قرار گرفته باشد. اگر جدول نیاز به توضیح دارد از هر لحاظش، او باید توضیحات درست در او باشد. رنگ هایی که انتخاب شده نمیدونم، پس زمینه هایی که در او انتخاب شده، اینا خیلی مهمه. داور اینا وقتی میبینه خب یک زمان میگه قاعده کلی رعایت میکنه، یک زمان کس برخورد سلیقه‌ای میکنه، اینا خیلی مهمه. پس ما اینا رو دقت کنیم و ارجادهی که قابل قبول باید متناسب با اون نشریه باشد. پیشتر گفتیم ما جورنال ETA گفتم، ما پاورقی آوردیم به نظر من جور نه. خب مقاله داوری شد، داوری شد، حالا از این چند حالت خارج است. بعد از اینکه داوری شد برای ما شما یک ایمیل میاد، مقاله ما از این شش حالت خارج نیست. پذیرش مقاله خیلی کم اتفاق میفته که پذیرش بگیریم، پذیرش برای چاپ. اما بعد از این اصلاحات جزئی با این رفرنس های شما لحاظ شکلی مشکلات داره، ما برطرف میکنیم میفتیم. پذیرش برای چاپ پس لحاظ کلی دیگه، اینجا دیگه کمر رو دوباره باید ببندیم و یک مقدار کار بیشتر کنیم اونایی که از ما خواستن، چون در ایمیل می نویسه که این مشکلات داره برطرف. بررسی مجدد احتمالی برای چاپ ولی اصلاحات اساسی. آنگه شما مبناها رو کار کردین، مبانی نظری کار کردین، منتها اینی مبانی رو ندیدید. ندیدید. پس اینی مبناها رو هم شما باید یعنی که ببینید. یک کار اساسی ما باید دوباره بشینون کار کنیم. بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نما بیشتر اشاره کردیم. خدا نیاره اون روز که رد شد و همه اصلا آدم دیگه خیلی خواهد میشه. این مقاله آدم رد شد خیلی دیگه. ولی اگر رد شد غصه میخوریم، اگر قبول شد جشن میگیم. اگر مقالات استاد باشیم، اگر مقالات و تحقیق درست صورت میگیریم و می تقریبا مای دو ساعت بشه، شاید بیش از 6-7 دفعه برق تحقیقات درست میشود، حتما کار ما نتیجه داشت، حتما فیلن برق سویش به دست دیگران نبود، فیلن خود ما میتونیستیم امیقا در صلاحیت داشته باشیم که اون برق فلان بند مثلا مستفید بشیم که بفهمیم چی ساعت برق میره چی ساعت هست. شما خوب با شور و علاقه توضیح میدیم، یک بار برق میره باز تو دوباره الاخره ذهن آدم میده، همه نمیتونه مقایسه کنه. اگه واقعا به افغانستان به تحقیق اهمیت داده میشد،
ما وضعیتی که به این تی 40 سال داریم نمیشه. دقیقاً آقایی که مرحب نظر دقیقاً در بس همین زبان علمی معیارهای خاص تعریف شده هست مثلا اگه دقیقاً بیشتر جناب استاد معیار خاص نمیدونه چی رقم پاسخ بدیم برای ما که ترجمه میکنیم بیشتر درست ما با زبان علمی می نویسیم منتها در ترجمه زبان علمی نمیشه زبان ما اصولا در ترجمه مشکل داره یعنی اینجا پیشنهاد من اینه که وقتی ترجمه میشه متخصص همه حوزه نخواهی ما ترجمه بعض اوقات لازم هست که کلمات کلیدی رو که ترجمهش ما میفهمیم باید در اختیار از اون قرار بدیم ولی چون مترجمین وقت ترجمه میکنه اگر ترجمه های عمومی باشه او دیگه چون زبانی خودش دانش کافی علمی نداره مقاله من را هم علمی ترجمه نمیکنه و او مقاله علمی نمی درست نه علمی نمیشته مده ها او در ترجمه داره خراب میکنه یعنی نقطه که ممکن منظور من بیشتر در این قسمت ما در فارسی علمی مینیست ولی او در ترجمه علمی ترجمه نمی کنه. خیلی از اصطلاحات هست که اون بار علمی خاص خود داره ولی در جامعه معنیش ممکنه فهمون مثلا به عنوان مثال کلمه سنتنس به انگلیسی در زبان عادی همون جمله معنا میده من اگر من حقوقدان اگر اون ترجمه کنم در یک متن حقوقی ممکنه اون زندان بشه زندان و مجازات و اینا ترجمه کنم ولی مثلا اگر استاد در حوزه عمومی ترجمه کنه او جمله معنا میکنه خب فرق کرده این اصل مطلب رفت هم خب دو تا سلاید بیشتر نمونده پاسخ‌دهی و نظرهای داورا حالا ما مقاله رو اینجا میریم اصلاح و بازبینی میکنیم یک پاسخ‌گویی مستقیم به پیشنهادهای داورا دارا پیشنهادهای بر ما داده ما خود ما جواب دو اصلاح و ارسال مجدد مقاله هست که ما او رو اصلاح میکنیم و ارسال میکنیم سه به چالش کشیدن داور با یک تویه خوب بعد اوقات که بعض داورها سلیقه‌ای برخورد میکنن ما جواب میدیم اما جوابی که توجیه خوب خود داور را هم بدیم به چالش بگیم بیشتر آقای دکتر وحیدی گفت مثلا رفرنس های ما را اگر برد میکنم ما همین جور به چالش بکشیم آقا درست منتها اینجا تحقیقات به حوزه افغانستان شده شما به منابع اعتبار نمیدید خب در رواندا جامعه شده به افغانستان فرق داره جامعه آمریکا به جامعه ما فرق داره ما اینجا با یک توجیه خوب میتونیم داور متقاعد کنیم که همو گپ فرضی ما را بپذیرد و آخرین گپ راکار اعضای شانس پذیرش مقاله شما قواهیتون بود رو میزم یک قواه با شما تعریف کردیم مرشد جان ارسال مقاله قبل از ارسال پیشنهاد البته شخصی خود میزم هر کس که مقالهش خودش مقاله بفرسته همین رو به یک همکار خودش که سرش اعتماد دارد چون بعض اوقات دوختن آدم نمیتونم به دست بیده مقاله بحث همون سرقت عددی و گرفتن مقاله و خیلی دفع اینا طبیعیه در خصوص کشورهای مثل ایران و افغانستان به یک متخصص بفرستن اونم یک چک کنه بعد نظرات از اونم اعمال که بفرستن چون کار پخته تر شد پیشنهاد دوم همون بومی سازی ترجمه هست پیشتر آقای دکتر هم پرسید اینجا ما پیشنهاد میکنم کلمات اصطلاحاتی که در حوزه تخصص شما است برای مترجم خود بفرست که آقای این کلمات منظور ما وقتی شما ترجمه کردید اینا را مد نظر داشته باشید و سوم هدف ژورنال رو حتما مطالعه کنید چون بعض اوقات چون اونا در هدف از نشر مقالات خود رو می نویسه شما تلاش کنید که با توجه به هدف مقاله خودتون رو ترتیب کنید و ارسال کنید از حسن توجه شما سپاسگزارم ببخشید عذرخواهی میکنم که به صورت پراکنده صحبت کردیم انشاءالله که موفق و بهتر اگر سوالی باشد در خدمت هستم
جناب دکتر ادیت مقاله هم هزینه داره. داورا چی کنن؟ داورا خیلی چون این سایت هایی که شما رو باز کردیم بحث ادیت نداشت. یه ادیتور داره برای شما پیام رایی بکنه هر ورقی که بکنه شما داره جدا گانه. مثلا شما سایت های ما داریم که گرامری یا گرامری سایت شما استفاده میکنید تا حدودی برای شما این را رایگان میدن. اگر خواسته باشیم که بررسی عمیق‌تر بکنه شما جدا از این خود ما باشه. سایت‌های هست دیگه کار انجام میشه. خود میرزا هم کار میکنه. یعنی دقیقاً برای شما ایمیل میزنه. شما ادیتور داریم در بخش تخصصی شما. اما پول دریافت میکنه. حتی آقای دکتر اینجا گفتن یک بحث دیگه هم هست صحبت که شما ژورنال مورد نظر پر انتخاب بکنه از همین نمیشه بگیر. اونجا بخش رجیستری داره. شما که رجیستری میکنید دقیقاً مقالات رو رشته شما چاپ میشه برای شما به ایمیل شما ارسال میکنه. یعنی در اسکوپ کاری شما ارسال میکنه و میگه که این محدوده محدوده کاری شما ده میتونه به یه جورنال بفرستی کار میکنه دقیقا این کار انجام میده. سوال دیگه ای نباشد من یک چیز رو در زمینه داوری مقاله که ریوایز مقاله ها میشه یک تفاوتی که با دیگران داره اینه که ریوایز مقاله یا جواب دادن مقالات ربطی به زینه داره که شما چی مقدار علم دارید به تجربه شما خیلی میافته. یعنی چه مقدار شما مقالات علمی بنوشتی ارسال کردی و جواب گرفتی هر چی شما آدم علمی باشی توانمند باشی به اون مربوط میشه تجربه شما اینجا کارگر میشه که شما استفاده میکنید تا اون داور رو چیکار کنه با سوال بشه نمیشه اول نسه سبحان الله و بحمده لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.